سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنیم ولادت پیامبر رحمت و رئیس مکتب رو به محضر امام زمان و شما منتظران حضرت. انشاءالله به همین زودی محضر امام زمان مدینه باشیم، تعجیل در فرج مبارکشون صلوات خط کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما مولانا بقیت الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم، حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. تبریک به ساحت مقدس امام زمان، سلامتی وجود نازنینشون، برآورده شدن تمام حوائجشون صلوات. خدا به عشق پیامبر رحمت قوغا کرد. چیکار کرد؟ عالم را دگرگون کرد. وای به حال ما اگه دگرگون نشه. خدا به عشق پیامبر عالم چیکار کرد؟ آتشکده هزار ساله فارس رو خاموش کرد. خب که چی؟ اگه آتش پاره باشه، هزار سالم عمر داشته باشی، خدا اراده کنه خاموشت کاری نده. خدا به عشق پیامبر رحمت در آستانه ولادت حضرت 24 ساعت، 3 شبانه روز تمام پادشاهان عالم را لال کرد. نکنه همین که گرفتار قدرت و مکنت و ثروت شدی، فکر کنیم خبری رو حرف پیغمبر حرف بزنیم، اونی که باید حرفش اول و آخر باشه آمد، باقی همه با سکوت. خدا به عشق پیامبر رحمت قوغا کرد، هر بتی را در هر کجای عالم با صورت به زمین زد. اگه اونقدر بالا بالا بنشوننمون، تاقچه بالا، ما رو پرستش کنن، برامون قداست قائل بشه، اما تو مسیر نباشیم، بخوایم در مقابل این پیغمبری که آمد قد علم کنیم، خدا کمکش میکنه، با صورت به زمین. خدا به عشق پیامبر قوغا کرد. راستش من گفتم همه اینا درسته ولی مهم نیست. اونی که خیلی مهمه اونو دیگه شما بگید. خدا به عشق پیامبر چی کرد؟ هر کی درست گفت که عیده، باید عیدی داد، تبریک خشک خالی چه فایده؟ یه کمک هزینه سفر مدینه نقدش بود. خدا به عشق پیامبر چی کرد؟ خدا به عشق پیامبر چی کار کرد؟ منتظرم بگید، شما منتظر نباشید من آب جوش بکنم. خدا به عشق پیامبر چی کار کرد؟ جان؟ نه دیگه، اونقدر عقلم میکشه خیلی گرونی شده الان، بیشتر شد.
50 تومن خوبه؟ جا؟ خدا به عشق پیامبر چیکار کرد؟ انگیزه نداری؟ قربونه 100 تومن حروم اتباشه دیگه دیگه خدا به عشق پیامبر چیکار کرد؟ آخون زدن نداره خدا. خدا به عشق پیامبر چیکار کرد؟ خدا به عشق پیامبر چیکار کرد؟ خدا به عشق پیامبر چیکار کرد؟ راهنمایی کنه. خدا به عشق پیامبر شیطان رو از عالم بالا بیرون کرد. این خیلی مهمه. چرا؟ چون کارایی که رو زمین انجام داد این کار تشریفاتی. مرزها سهم زمینند و تو سهم آسمان. ما جامون اینجا نیست. پیغمبر آمد ما رو ببره بالا. خود شما همینجوری هستی. مهمون دعوت کنی خونه رو ترتمیز نمی‌کنی. خدا هم پیغمبر رو فرستاد تا ما رو دعوت کنه. به عشق پیغمبر بالا رو آماده کرد، ترتمیز کرد، شیطان رو بیرون کرد. درسش برای ما چیه؟ ما هم شیطان از طبقه بالا بیرون کنیم. انسان 4 طبقه است: غریزه، شکم، قلب، مخ. اگه شیطان از اینجا بیرون نکنیم خود ما کخ میریزیم. القلب حرم الله، خونه خداست، ولی شیطان جا پیدا میکنه. محبت شیطان. تازه شکممون که پر شد و ولا خدمتی که جوارهی نیست، اول بدمستی ما شروع میشه. اگه شیطون رو بیرون نکردیم دنبال فریزه نمیریم، گرفتار غریزه میشه. ولادت پیامبر است، ولادت امام صادق است. شیعه بلکه تمام عالم مدیون قال صادق است. دانشگاهی تأسیس کرد که تاریخ انگشت حیرت به دهان گرفت. بیش از 100 رشته علمی را تدریس کرد. یکی از رشته هاش پزشکی بود. تو همون رشته پزشکی حضرت 43 شاخه پزشکی شاگرد تربیت کرد. قلب و عروق، مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، دندون پزشکی، گوارش. 43 شاخه پزشکی. یه سوالم از این رو بپرسیم ببینیم که کی جواب میده دیگه. حالا مدینه که نرفتید، میگن امشب امروز روز ولادت زیارت امیر المومنین، برید نجف. سوال میکنم اگر دونی نجف. مهمترین حدیثی که از امام صادق به ما رسیده بود اون حدیث. حدیث رو بخونید. مهمترین حدیث. مهمترین حدیث. همه تون حفظ. همه تون. من سالم قصد ساده بخونم. الان قبلی ساده نمون؟ همه تو میده بسید جواب بسید نه از اون هم سن. لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. امام صادق با اون همه عظمتش آرزو به دل موند، حسرت خورد. چی؟ حسرت زمان من و شما. خوش به حال شما که
عصر منجی آخر زمان رو درک کردید. اگه من امام صادق درک میکردم تمام عمر، نه فقط یک صبح جمعه و یه دعا ندبه و یه نیمه شعبان و نه تمام عمر نوکریشو میکرد. راستی چیکار کنیم ما نوکر امام زمان بمونیم تا بریم بالا؟ چیکار کنیم؟ میگم تو سن نشه، هر کی گفت جایید. خدای ما، خود من باورم نمیشه اینقدر دست و دل باز، اونم صبح جمعه. به عید عید نداره دیگه، مدینه که نرفتید، نجف هم که نرفتید. بریم تو، بریم کربلا، بریم کربلا. جان با این جوابایی که شما میدید تا ترقبه هم نمیره قوم پیش کش. یه جواب بیشتر نداره. چیکار کنیم؟ راستی راستی اینجوری ها، بر اساس مستندات تاریخی که همه تون بلدید، یا خودتون نقل کردید یا بارها پا منبرها شنیدید، چیکار کنیم امام زمان رو تنها نگذاریم؟ چیکار کنیم؟ آدم چیکار کنیم؟ به تاریخ دقت نمی کنیم. راهنمایی تو کردم که هیچی هم کم نکردم. چرا؟ گفتم بر اساس مستندات تاریخی. انگار من خودم جوابشو گفتم. چیکار کنم؟ خودم بگم. نه غلط بکنم، میگه بیشتر از این ما رو تحقیر نکنه. تحقیر نیست، هدف ضایع شدنه. خودم من نمیخوام کسی تحقیر. چیکار بکنیم؟ خودم بگیم. آقا مستندات تاریخی تو دعان آدم خواندیم. چرا مردم امیر المؤمنین رو یاری نکردن؟ چون به وصیت نامه پیغمبر عمل نکرد. چیکار کنیم امام زمان رو یاری کنیم؟ کمک کنیم وصیت نامه امام حسن عسکری رو عمل. تمام امامای ما وصیت نامه دارن، اما فقط یه وصیت نامه از فرمودن احفظوا ما وصیتکم به، حفظش کنید، اونم فقط وصیت نامه امام حسن عسکری. دیگه چیکار کنیم؟ روز دو تا عید هر کی وصیت نامه امام حسن عسکری رو بخونه، دو تا کمک هزینه بهش میدم دیگه، ولش کن. وقتی خودم بخونم وصیت‌نامه حضرت پنج بخش، انشاءالله بنزه وقتی که به من دادن برسم یه دور وصیت‌نامه حضرت رو بخونم. چقدر خوبه تو جلسه‌ای که به نام امام زمانه، اونم صبح ظهور و جمعهش، وصیت‌نامه باباش رو بخونیم، چقدر خوشحال میشه. اگه عیدی ما از طرف حضرت همی باشه، امضا کنه، قابل باشیم، همین وصیت رو عمل کنیم. بس اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم و الاجتهاد لله و صدق الحدیث و اداء الامانه الی من ائتمنکم من بر او فاجر و طول السجود و حسن الجوار. پیغمبر برای چی آمد؟ فبهذا جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هر پدر و مادری آرزو داره بچه‌هاش خوشبخت. شما آرزو نداری؟ دستور بگیرید. خدایا به آبروی این دو مولود عزیز
نسل و ذریه‌مون رو خوشبخت بفرمایید. قرآن میگه راه خوشبختی یه چیزه، ان للمتقین مفاز، فقط آدم با تقوا خوشبخت میشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. امام حسن عسکری اولین وصیتش اینه: اوصیکم به تقوی الله. سفارش میکنم شما رو به تقوای الهی. چرا؟ میخوام خوشبخت بشم. آقا میخوایم تقوا داشته باشیم چیکار کنیم؟ والورع فی دینکم، تو دینت احتیاط کن. چطور تو نونت احتیاط میکنی؟ کنار خیابون میبینی یه تیکه نون افتاده، نمیذاره دهنت، احتیاط. دینتو از کنار خیابون نگیر، دینتو از تو کوچه نگیر، دینتو از سر زبونا نگیر، دینتو از شبکه مجازی نگیر. حاج آقا گفتند بنا نیست، اونی که باید بگه آمد، باقی رو ولش کن. این شبکه های مجازی احتیاط رو از آدم ها گرفت. شبکه های مجازی میدونین یعنی چی؟ یعنی چی؟ به نظر من شبکه های مجازی مثل دستشویی، تو هر خونه یکیش باید باشه. ولی هیچ آدم عاقلی ساعتا نمیره تو دستشویی بشینه بگم بیا بیرون، بگه جات خالی بیاد. به اندازه ضرورت میره کارشو میکنه برمیگرده. از شبکه های مجازی برای سرگرمی استفاده کردی، این محبتت نسبت به امام زمان، این عشق و ارادتت، این غیرتت، این عفتت، این حیات، این انصافت، این وجدانت به مرور یخ میکنه، سرد میشه. تاریخ رو میخوندیم، چادر از سر زن برداشتن تو زمان خود ما اتفاق بود. وقتی آدم احتیاط نمیکنه اینجوری میشه، بی‌غیرت میشه. آقا احتیاط کردن یعنی سرعت رو کم کنیم؟ نه، ول اجتهاد لله، تلاش تو برای خدا بیشتر. میخوام تلاشمو برای خدا زیاد کنم، از کجا شروع کنم؟ و صدق الحدیث، راست بگو. خیلی مهمه. 90% سوریه سقوط کرد، 90% سوریه سقوط کرد مال یه دروغ بود، یه شایعه پخش شد. گفتن یک مدیری تو یک مدرسه دانش آموزار زده، مردم ریختن بیرون اعتراض کردن، آشوبگرا قاطیشا شدن، داعش هم شلوغش کرد، دیگه نتونستن جمعش کن. کی جمع کرد؟ سید و شهدای مقاومت و مدافعین حرم به اذن الله. یک کشوری که 90% سقوط کرد آزاد شد. یک شایعه، یه دروغ پخش شد. توسط کی؟ همین گوشی به دستا. نکنه ما ناخواسته همین چرت و پرتا رو ای برا او فرستاد، ای برا ای فرستاد، ای قضاوت کرد، ای حکم داد، ای نظر داد، هر کسی یه چیزی گفت. چه بانک هایی که آتش نگرفت، طوری می چاش پر میشه. چه سرمایه‌ای که نابود نشد، طوری می چاش پر میشه. چه ماشین هایی رو که نسوزون جاش پر میشه. اما یه چیز جاش پر نمیشه، بیش از 100 خانواده داغدار شدن، چه خونه هایی که مظلومانه ریخته نشد، چون یه دروغ پخش. صداقت رو جدی بگیری. آه از کجا من اون آدم راستگویی هستیم؟ آدم راستگو یه ویژگی داره و اداء الامانه، خیانت نمی کنه. نکته مهمی میخوام بگم، حتی اگه آدم های خائن فکر میکنی راست میگن، حرفشون رو باور نکن. چرا؟ چون راست خائن توش فتنه است. از این مثال قشنگتر بلد نیستم بزنم، بلا میگفتم برات. شما میری تو خیابون، میری تو خیابون میبینی یه نامحرمی به شما لبخند زد. لبخند زدن سنت پیغمبره. نمیگی به به، سنت پیغمبر رو داره پیاده.
چون این لبخندش از خیانته. سنت پیغمبر آه، ولی بیجا داره استفاده. گرفتی چیشون؟ میگه حاج آقا اینا راست میگه. اگر راستم میگن، فکر میکنی راست میگن، باور نکنی یه شیطنت. گاهی بعضی حرف ها مشکوک میشه، آدم نمیدونه راست یا دروغه. اگه دشمن او حرف رو تکرار کرد، بدون حتما دروغه. بدون ما این روایات رو اگه مبانیش دست ما باشه، خود ما به دست خود ما ناامنی ایجاد نمیکن. به دست بعد بگیرنش، بگی من جب زده شد، بعد بگی آخ جوان ها جب زده شدن، بفهمید بیرون. نه جب زده شدی، واسه خسارت شده در بود. مردم ما بد هیجانی هم، خوشحال میشن آزاد گردد، ناراحت میشن اعدام گردد. نه آزاد گردد، نه اعدام گردد، ضبط گردد، قاضی حکم کرده، ببینه چی گرد. ماشین خودتو آتیش بزنن، بعد بگن هیجانی بوده، قاضی گفته آزاد شد. میگه غلط کرده، کل زندگی همین ماشین هم بوده، بیاد خسارت شو بده بعد حساب بشه. هزینه هیجان او رو من باید بدم. 5 تا نکته گفته، هنوز بخش اولی. کمک کنید. 1 تقوا، 2 ورع و احتیاط، 3 تلاش، 4 صداقت، 5 عدم خیانت، امانت. این 5 ویژگی بسیار مهم فقط از کسی برمیاد که بگید عاقل باشه. عاقل باشه. چیکار کنیم عقلمون زیاد بشه و طول سجود سجده هاتون رو طول. از لحاظ علمی ثابت شده. از لحاظ علمی ثابت شده. سر به سجده که میذاری خون به مغز بیشتر میرسه. هرچی سجده طولانی تر. حالا الان سجده های نماز ها مثل شور آخر حیات ها شده. دیدیم؟ سر به سجده که میذاری سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یکی از علما میفرمود میدونی چرا سفارش به سجده شده؟ چرا؟ سجده یعنی رفتن تو آغوش خدا. کسی رو دوستش داری بغلش میکن، خیلی دوستش داری بوسش میکن، هرچی بیشتر دوست داری سفتر بوسش میکنی. سبحان الله بوسیدن خدا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تازه انرژی میگیری، میگی خدایا او بوس قشنگه رو بده بیاد. سبحان ربی الاعلا و بحمده. کیف میکنی اسم این معی رو میبوسم جمعه اونجا خوشحال میشه. این خدا چقدر خوشم میشه. یا آقای زنگ زده بود که الو آقای حسین زاده بفرمایید. خدا عقلت بده. گفتم الهی آمین چی شده؟ پسرم آمده پام بر شما، از وقتی اومده پام بر شما میاد خانه میره به سجده بوس میکنه. میگم چیکار میکنه؟ میگه حاج آقا گفته برو ببوس. گفتم گوشی بهش میدم نصیحتش کنم. مثال زده، در مثال مناقشه نیم. مثال بوس مثال خوبی ها. تصویری ببین تصویری. یک کسی رو خیلی دوستش نداری، رو بوسی هم که بکنی، بوس هم که بکنی جون. نه جون داری یک جور ببوس که خود خدا بدونه چقدر دوستش داری و طول سجود. آدم عاقل یه نشانه داره. نشانش چیه؟ با حسن الجوار، با دور و بریاش خوش اخلاق. این همه بد اخلاقی تو جامعه مال بیعقلی، مال فقط بیعقلی. آدم عاقل با دوروبریاش خوش اخلاق. مهم نیست کیه، مهم اینه که ما چجوری رفتار میکنیم. حاج آقا گاهی یه چیزایی میگن آدم میسوزه. خب اگه شما بسوزی ناراحت بشی، او موفق شده، شما شکست خورد. ناراحتی نداری، مخصوصا این ایام که میخوان مذهبی ها رو بسوزونه. ایخیا بچه نارد
تو مغازه بودم، شلوغ بود، خانمه تا دیدی آخوند اومد جلو رو سریش بردش. گفتم خانم تمام لباساتم در بیاری من ناراحت نمیشم. اون در اصلا تعجب فکر کرد مثلا میگم خجالت بگیر در بیار تا بگیر من ناراحت میشم. گفت ناراحت نمیشی؟ گفتم نه. شما فکر کردی حجاب حرف ماست؟ نه. به حرف کی؟ حرف خدا. بباش ما حرف خدا رو گفتیم. شما فکر کردی روسری برداشتی به جنگ آخوند اومدی؟ اصلا میشه با آخوند جنگی؟ والا این یک نژادی اصلا قابل نسلش نمیشه ما قرده. خدا ما آخونده رو حفظ کن، دشمنامون رو نصف، نه از وسط ها، یعنی کم بشن انشالله، کم هم خیلی نیست، دو تایی هم بشن یکی مثلا. آقا به جنگ خدا رفتی، به جنگ خدا رفتم فقط ضرر خودت داری ضرر میکنی. اون میخواست ناراحت بشن، ناراحت نشو. گاهی مدل امرو که جوری هم گاهی یه چیزی میگه هرس بخوری یک نیشخندی بزن از صد تا امرو پسش. بخوری ما بلد نیستم معروف کنم، فکر کنیم حتما باید دعا. اون خجالت میتون خیرم خون شهید دادی. آروم با هیچ میگرم. دیشب جای بودیم میگو آشو خیلی شد گفتم هیچی نمیشه. دو سه تا عرازه با باش ریختن این رو من در آتیش بازی. سال 88 که یکی از سران همراهش را بود، دو تا خاک برسری دنبالش بود، هی پیام میدادن، رهبر برای خودش معلوم کرده بودن، رئیسون همه پستای مملکت رو تقسیم کرده بودن. تنها جایی که براش برنامه نداشتن همین مجتمع امیرالمومنین بود. تمام پست آبا فقط 8 ماه بازی در اومدن تموش. حالا که 4 تا معلوم بجونم یه دروب حاج آقا اعتراض دارن. ببین من الان ناراحتم، ناراحتم، پاشم اینجا آتیش بزنم با ماشین از شما رجم یه اعتراض. نه مثل بچه آدم میگم آقا من اعتراض دارم، حرف اینه، حق اینه، هر چیزی راه داره. گاهی هم اصل اعتراض بیمورده. خیلی خوب آدم شیطنت رو تشخیص بده، فتنه رو تشخیص بده. فتنه با همه بدیاش یه خوبی داره، آدم حسابیا شناخته میشه. آدم حسابیا شناخته میشه. جوون حیاتی به خود من گفت آجی من به خاطر همین دیگه کلن از انقلاب برگشت، خود همین قصه که کشته میشه. گفتم چرا خیلی برای چی؟ گفتم اونا بیش از 100 تا رو کشتن صدا در نیومد. حالا یه مرگ مشکوکی که هنوز اعلام نشده، بچه‌م اعلام شد که وای بی اسنادش بدن. نه اینا دروغ میگه. آره تو راست میگه. آقا تمام امامای ما وصیت داشتن امام حسن عسکری دوباره وصیت کردن استغفر الله قوز بالا قوز نشون. نه فرمود پیغمبر برای همینا اومد. من چیز جدید نمیگم آم. پیغمبر پس شما چرا تکرار کردید؟ فهمون چون حرف پیغمبر رو عمل نکردن، یا سنت سازی کردن یا با سنت ها بازی کردن. میخواییم بازیمون ندند و بازی نخوریم و دیگران رو بازی ندیم؟ نقشه راهمون وصیت نامه حضرت میشه. بخش دوم رو بگم بگو یا علی. امتحان سخته نه؟ سخت. اگه کسی بخش اول رو به سلامتی رد کن امتحان بخش دوم خیلی آسون. اما اگه کسی دو بخش اول گیر کرده بخش دوم 100% رفوزه میشه. بیاد بنویسه امضا کن میگی نه بشنوی سلو فی اشاعره وشهدو جنائزم وعودو مرزاهم و ادا حقوقهم. فرمودم برید تو نماز اهل سنت شرکت کن.
تو تشییع جنازه هاشون شرکت، به عیادت مریضاشون برید. مسلمان نسبت به مسلمان 50 تا حق داره، حقشون ادا کن. فان الرجل منكم اذا ورع في دينه وصدق في حديثه وادى الامانه وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيء فيسرني ذلك. اگه کسی این کارا رو کرد ما رو خوشحال میکنه. شیعه ماست. چقدر مذهبی ها، متدین ها، هیئتی ها. تو همین مشهد من وصیت نامه حضرت رو منبر خوندم، به اینجا که رسید دستگاه خاموش شد. گفتم این چرت و پرت ها چیه میگی؟ گفتم وصیت نامه حضرت رو گفت بیخور. ما کنار نمیه. خوب بود خود حضرت نبود. مگه شما از عظمت پیغمبر حرف نمیزنی؟ پیغمبر داشت میرفت، یه یهودی بود هر روز اذیتش میکرد، یه روز غایب بود نبود. پیغمبر فرمود بنده خدا کجاست هر روز سر به سر ما میذاشت؟ گفتن آقا مریض شده. پیغمبر فرمود ها سزاشه، منو اذیت میکنی؟ چوب خدا صدا نداره، وقتی بخوره دوانه. پیغمبر اینجوری فرمود؟ نه، تو 3 کیلو میوه گرفت رفت عیادت. پررو نشد؟ نه. خودش مسلمان شد، خانومش مسلمان شد، 2 تا بچهش مسلمان شدن، 70 نفر از فامیلاش مسلمان شدن. این همه پیغمبر سخنرانی کرد، او اثر را نداشت. 2-3 کیلو میوه عیادت آدم شد. اثر داره؟ اثر. شیخ زکزاکی یک عالم بود، سنی بود، آمد شیعه شد، برگشت 20 میلیون سنی شیعه شدن. ما تو ایران ما 5 میلیون سنی والله نداریم. تمام شهرهای اهل سنت رو رفتم سخنرانی. هرچی آمار اگه زیاد نمیگن یه شیطنت. 5 میلیون سنی ما بیشتر نداریم، کمتر داریم، بیشتر نداریم. چجوری رفتار میکنیم که انشالله امام حسین به طلب کربلا ببینمتون. ایام عید قدیر بود، 7 شب من قشم بودم لب دریا، شبا منبر میرفتم، شبی 4-5 هزار نفر سنی پا منبر. شب دوم یا سوم بود یه جوان سنی اومد گفت حاج آقا هفته وحدت، اتفاقا تو هفته وحدت باید یه حرفا بزن، چون تو دعوا که نمیشه حرف زد، وقتی سر یه سفره بشین با هم میتونیم راحت حرف بزن. جوان سنی آمده میگه حاجی بعد 40 سال اومدی یه حرفا رو میزنی؟ گفتم نه، بعد 44 سال. 40-44 سال تقصیر شمای ما سنی. گفتم چطور؟ اگه از اول از امیر المؤمنین برا ما میگفتید الان همه سنی ها شیعه میشد. ما به جایی که از امیر المؤمنین بگیم هی به این و او بد و بیرا گفت. آقا از امیر المؤمنین بگو او خودش از غیر علی میبر، خودش میبر، و الهی فوش بده اونم گردن شیعه میبر. هشم اسمشو گذاشتیم غیرت. مسلمان نظر مسلمان 50 تا حق داره. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. یاد بگیریم چی باید بگیم. اتقوا الله. بخش سوم دوباره فرمودن تقوا. آدم با تقوا چه خاصیتی داره؟ کونو زینن ولا تکونو شینا. به ما آبرو بدید، آبرو ما رو نبرید. برای همین سفارش به تقوا کردید؟ آره. همه این بی آبرویی ها، این ناهنجاری ها، کاری که باعث خجالت شد، همش مال بی تقوایی. آدم با تقوا با یه تقی وا نمیده، با یه تقی وا نمیده. چیکار کنیم آبرو باشیم؟ جرو علینا کل موده، هرچی محبت هست به سمت ما جذب کنید. وطفعو عنا کل قبی، هر چیز زشتی از ما دور کنید. ما چند نفریم؟ آمار بدید چند نفریم؟ 80 میلیون. 8 میلیارد آدم رو کره زمینه، هر کدوم یه ظرفیتی از محبت تو وجودش. اینو جذب کنیم سمت دنیا. دنیای عشق عاشقیه. سعدی قشنگ میگه، میگه سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس از سال.
حاج آقا ما که دست ما به همه نمیرسه، برسم گوش به حرف ما نمیده. اما یه چیز هست، براش دعا کن، دعا کن. خدایا 8 میلیارد آدم رو کره زمینه، همه اینا رو عاشق مهدی قرار بده، همشون رو بیقرار مهدی قرار بده. این بیقراری رو با وصال به حضرت درمان بفرما. یه جایی بودیم گفت حاجی اون جوونا خیلی شیطنت کردن گرفتن شد. گفتم خدا هدایت شد حاجی، خدا نابودش کنه، قرآن عزیزه ما. گفتم ببین من که حکم نمیدم، من دارم دعاشو میکنم. قاضی باید حکم بده که این جرمش چیه و چقدر خسارت بده، چقدر زندان بمونه، حبس بشه. قاضی باید حکم بده، ولی من وظیفم دعا کنم ایشالله خدا پاکش کنه بد خاکش کنه. دل ما بسوز، معنی دلسوزی هم نیست که همین زرتی همه را آزاد کنیم، نه نه نه، حکم باید قاضی، ما فقط باید دعا. بله یک کسی شمشیر رو از روح بسته، اینجا دیگه باید خطتو جدا کن. قسمت 4، لنا حق فی کتاب الله. برای امام یه حقیست در کتاب خدا. ببخشید شما سفر خارجی هستی، گذرنامه، داخلی هستی، شناسنامه، کارتمه. قرآن شناسنامه امامه. اگه ما نتونیم حقانیت اماممون را از قرآن ثابت کنیم، والله خود ما ثابت قدم نخواهیم. با یک شبه آمید. مولوی اهل سنت جوان بود، هیجان داشت. حاج آقا شما هی میگی امام علی، همین امام علی شما کجای قرآن؟ گفتم امام علی مال ما نی، مال همه، مال شما، مال یهودیان. آقا امام تکخوری نکن، امام علی ما، امام علی متعلق به همه است، شیعه، سنی، یهودی، همه عالم باید بیان سر سفره امیرالمومنین. بگو مال شما هم از شما بید. اینقدر آقا مهربون من رو، ای گدای مسکین در خانه علی، که علی خودش بیاید ذکرم میدهد، از دینش نمیپرسه. علی متعلق به من. گفتم یه امام علی همه ماست، کجای قرآنه؟ شما که امام علی رو گذاشتید امام 4، اولی و دوم سومی رو مقدم دونستید، اولی کجا قرآنه؟ ما ادعا نداریم. گفتم ولی ما که میگیم امام علی امام اول از ادعا داریم. گفت خب این ادعای شماست. گفتم نه، حرف ما نی، حرف همه است. به تعداد روزهای سال 365 نفر از علمای بزرگ اهل سنت کتاب نوشتن، یکی از حرفایی که زدن اینه، انفسنا، آیه قرآن، آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبر. هیچ کی نگفته ابوبکر، هیچ کی نگفته فلان، میگن نفس پیغمبر فقط علی است. بگو یا علی. ثابت نکنیم، بلد نباشیم، ثابت قدم نمیمونیم. لنا حق فی و قرابت من رسول الله. این قرابت را اگه نتونیم ثابت کنیم، مودتن فی القربا را عمل نمی کنیم. و تطهیر من الله. راستی ای که امام در اوج پاکیه، این خدمت به بشریت ها، این خدمت به بشریت، چرا باید اونا اینقدر پاک باشن ما نباشن؟ لطف خداست به ما که اونا اینقدر پاکن، لطف خداست. یز بودیم می اومدیم مشهد چند روز پیش، بچه های امنیت پرواز محبتشون ما رو بردن کنار خلبان، تو کابین خلبان. با خلبان همونجور که گپ می زدیم، یکی از حرفایی که زده شد خیلی مهم بودی بود. گوه هاجی خلبان باید سالم باشه. یه مریضی داشته باشه برش می داره. چرا اینقدر سخت می گیرن؟ چون او پشت فرمون نشسته. او بیفته بگی یا الله همه میفته. آقا امام باید پاک باشه که شما بدونی خاطر جمع به کی باید گوش بدی، به کی دل ببندی، سوار ماشین کی بشی، کشتی نجات کیه،
هر کس غیر از امام ادعایی کرد غیرنا الا کذب، لا یدعی احد غیرنا الا، هر کس غیر از امام تنبیه تو وصیت نامه آمد گفت من زینب کبرا هستم. امام حسن عسکری خب حرف پیچید، حضرت فرمود همه جمع بشید، کجا بریم؟ باقی وش وکیل، حالا یه مثلا شهر خود یه باقی وش چیزی بود، رفت همه آمد، فرمود بریم قفس شیر، در رو باز کنیم. حضرت رفتن تو قفس شیر، یه رو بیسیقی با یه شیرا خوشوبش کردن، آمدن بیرون و رو کردن به او خانومی که ادعا داشت من زینب کبرا هست، فرمودن ما ادعا داریم اهل بیت پیغمبریم، رفتیم ثابت کردیم، چون حتی حیوانات هم میدونن ما حرمت داریم، گوشت بدن ما بر حیوانات حرام، شما اهل بیت پیغمبر بفهمید. از هوش آب زدن به روش، به هوشش آوردن، گفت چی شده؟ گفتن شما گفتی، گفت من به گور بابام خندیدم، من اهل بیت پیغمبر نیست، اصلا اسم من چی هست؟ گفتن شما بفرما تو تا بگیم. و مورد پنجم، مورد آخر، واجدی های زمانی هم تشریف آوردن، فیض بودن، لذت شده برید روز عید، اکثر و ذکر الله، زیاد یاد خدا کنید. آه چرا اینقدر سفارش به ذکر شده؟ من نمیدونم چرا با این همه گنج چرا ما رنج میبریم؟ من نمیدونم چرا، البته میدونم چرا، الان میگم بیا، چون اهل ذکر نیست، دور از جونشون، حاج آقا نمیچرخه، استغفار کن، میچرخه. آیه قرآن 6236 تا آیه داریم، حداقل هر کدوم آیهش یه ذکر، یه اثری داره. جوان آمده میگه حاج آقا من به هر دری میزنم بسته است. گفتم بعد نماز دست بذار رو قلبه 70 بار بگو یا فتاح یا فتاح یا فتاح، با کمال وقاحت میگه بعد نماز ظهر یه ذکر بکن. گفتم بعد نماز ظهر بگو اللهم زیق مقعدی، خدایا من از این گلشادی نجات بده، پاشو نماز ظهرتو بخون. والا ذکر اثر داره. حاجی من میترسم، لا حول ولا قوت الا بالله، حاجی وسواس فکری گرفتم، لا اله، آقا ذکر اثر داره، ذکر اثر داره. اکثر و ذکر الله و ذکر الموت، یاد مرگ باشه، و تلاوت القرآن. امام صادق فرمود هر کی روزی 50 تا آیه قرآن نخونه از ما نیست. یعنی قرآن اینقدر مهم، آقا قرآن اینقدر مهمه که خدا به زورم که هست میگه قرآن بخون. آقا نه به اجباری، قانون یعنی اجبار، قانون یعنی اجبار، اجبار بد نیست، اجبار بد نیست. بعضی چیزها رو بد میگیم که فکر میکنیم بده، اجبار بد نیست. شما مجبوری این راهی که از این وره از این ور بری، نه میخوام از این ور، تصادف میکنی به خود صدام میزنی، مجبوری قانون رو رعایت کنی، این مجبور بودن مسئولیت میاره. امام صادق فرمود اینقدر قرآن مهمه که خدا نماز رو واجب کرد، چون بعضی ها باید یه اجباری بود، نماز رو واجب کرد که به برکت همین نماز خوندن قرآن هم بخوندن. ما روزی 5 تا نماز داریم، تو هر نمازی رکعت اول و دوم مجبوریم حمد و سوره بخونیم، به جا 50 تا میشه 100 تا، یعنی دوبلش کرد. بس اکثر و ذکر الله، ذکر الموت، تلاوت القرآن، و مورد آخر فرمودن و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله. بعد فرمودن این صلوات، این آخریه 10 برابر همه باقی کارها حسنه داره، این صلوات ها 10 برابر. سر سفره نشستیم، میگن سر سفره دعا مستجابه، سفره رو فقط بخور بخور ندونیم، سر سفره الان سر سفره، سفره یه دعا نده، یه دعا لقمه، فعلا ندبش. خدایا ما رو سر سفره اهل بیت سیر بفرما، چشم و دل سیر بشیم تا این ور اونور گیر نشیم. خدایا ما رو سر سفره اهل بیت سیر بفرما،
خدای ما رو تو راه بندگید و نوکری امام زمان پیر بفرما، همه رو از هر گونه بلا دور بفرما، این عزیزان رو، عزیزمون رو خدا هر کی هر چی میخواد براش جور بفرما، فقط چرت و پرت نخواهیم، چیز خوب بفرما. خدا به همه تو خیر دنیا و آخرت بده. بهترین خیر دنیا و آخرت چیه؟ بقیت الله خیر لکن. زنده باشیم، ظهور امام زمان رو درک کنیم، حاجلی های گلمونم بخونن، کیف کنیم، الان میخونن کیف میکنیم، صلوات بفرستیم.